درود بر شما، سیامک دهقانپور هستم. در یک شنبه هفته شهریور 1400 به ویژه برنامه صدای آمریکا کرونا در ایران از فروپاشی تا فاجعه خوش آمدید. به مشهد سری بزنیم و ببینیم دکتر مهدیار سعیدیان، پزشک و سردبیر ماهنامه دانستنی‌های پزشکی، درباره اوضاع کرونا در اون شهر چه میگه. دکتر سعیدیان از امضا کنندگان نامه بیش از 5000 پزشک ایرانی است که خواستار واردات واکسن‌های آمریکایی به ایران شدند. شرایط مشهد از نظر ابتلا به کرونا اونجوری که مسئولان میگن قرمز تیره است، ولی اون چیزی که ما میبینیم سیاهه، سیاه‌تر از سیاه. بیمارستان‌های اصلی مرکز کرونا مشهد پر شدن. بیمارستان امام رضا که سانتر و مرکز اصلی بیماران کرونایی در مشهد و شرق کشور، دیگه ظرفیتی برای پذیرش بیماران جدید نداره. اونجوری که مقامات دانشگاه علوم پزشکی مشهد میگن حدوداً 30% از افرادی که بستری شدند در بیمارستان‌ها به خاطر کرونا مسافر هستند. در جلسه‌ای که سازمان نظام پزشکی با شورای شهر مشهد گذاشت، از اونها تقاضا کرد که به طور موقت حرم امام رضا تعطیل بشه که ظاهراً مورد موافقت قرار نگرفته. یک مسئله دیگه که وجود داره کمبود کپسول اکسیژن برای بیماران کرونایی که حالا در خونه میخوان باید درمان بشن، و بدتر از اون برای بیماران کرونایی هستش که توانایی مالی اجاره یا خرید کپسول رو ندارن. یک کپسول اکسیژنی که حالا خیرین شروع کردن به توزیع کپسول اکسیژن به صورت رایگان بین مردم، اونایی که نیازمند هستن، اغلب جوان هستن و زیر 30 سال سن دارن، متاسفانه یک کپسول اکسیژن نو از نوع چینیش که توی مشهد نوع ایرانیش رو عجیب پر نمی کنن. از نوع چینی که 2 هفته پیش ما 2,500,000 تومان خریدیم، امروز با قیمت نزدیک 4,000,000 تومان عرضه داره میشه. یک ویال رمدسیویر که در مراکز دولتی اگه بخواد عرضه بشه مثلا حدود 250,000 تومان در مراکز 16 ساعته با بیمه، و اما اگر پزشک تجویزش کنه حالا با بیمه در مطب خصوصی حدودا 780,000 تومان هستش، در بازار سیاه با قیمت بیشتر از 3,000,000 تومان عرضه میشه، و این فشار مالی رو بسیار به خانواده ها میاره. یا یک ورق فاویپیراویر در بازار سیاه تا قیمت 6,000,000 تومان داره عرضه میشه. الان تنها راه کنترل مشهد و برون رفت از این شرایط وحشتناک که همکاران ما کادر درمان دارن از دست میرن، مظلومانه مردم دارن از دست میرن، اکثر خانواده ها عزادار شدن، فقط یک لاکداون فوری هستش. ما میدونیم که مشکلات اقتصادی وجود داره، ما میدونیم مشکلات امنیتی داره، ولی هیچ مسئله بالاتر از سلامت مردم نیست. سلامت مردم جامعه باید خط قرمز امنیت ملی برای هر کشور باشه. مهمان این بخش از برنامه دکتر نورالدین پیرمعزن، فوق تخصص جراحی ریه و مخبر کمیسیون بهداشت مجلس ششم هستند که از سان فرانسیسکو با ما میپیوندند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. جمهوری اسلامی در یک سال و نیم گذشته به نظر شما استراتژی مشخصی در مهار این همه‌گیری کرونا داشته؟ آقای دکتر ممنونم که این فرصت رو به من دادین. آقای دهقانپور، بر اساس ایده های سازمان بهداشت جهانی و بر اساس اصول پزشکی و بهداشت و پیشگیری، برای هر پاندمی یه نسخه ای هست و یه در واقع دستورالعملی هست که اون دستورالعمل یه دستورالعمل علمی است، تایید شده است، و یه استراتژی است که بیشتر لایف سیوینگ، همونم چیزی نیست جز IPC. در IPC شما گارانتینه میکنین، مردم محدودیت ایجاد میکنین، یک تعطیلی عمومی اعلام میکنین مینیمم 3 هفته، و در همون مدت بایستی برای مردم هم بالاخره هزینه های زندگیشون پرداخت بشه. و این در مقابلش استراتژی دیگری وجود داره که غیر انسانی، غیر اخلاقی است،
از زاویه علم پزشکی غیر علمی است، ولی از زاویه دید سیاست مدارا برای حکومت ها مانی سیوینگ، یعنی هزینه بردار نیست. شیوه است که ما اصطلاحاً بهش میگیم رسیدن به ایمنی دست جمعی یا همون هرد ایمنیتی یا ایمنی گله. در فاصله در واقع تفاوت این دوتا اگه به خاطر داشته باشین، در اول پاندمی ما میگفتیم که این منحنی رو باید فلت بکنیم. فلت کردن منحنی یعنی این که ما اگر قرنطینه می کردیم، اگر محدودیت اجرا می کردیم، لود ویروس کم می شد، میزان بیماریزایی کم می شد و بیمارستان ها در واقع کلپس نمی کردن، پزشکا خودکشی نمی کردن، شاهد این فجایع در ایران نبودیم که متاسفانه باید اعتراف بکنم که این شیوه غیر اخلاقی، غیر انسانی و به روایتی جنایت علیه بشریت رو بر علیه ایران و ایرانی تصمیم گرفتن که امروز هر دقیقه یک ایرانی میمیرد، کلپس تمام فضای درمانی کلپس کرده و مخصوصا با توجه به پیدایش گونه های جدیدی که متاسفانه سرعت انتشارشون سریعه، تست ها هم نمیتونن این رو تشخیص بدن، داروهای آنتی وایرال هم اثر نمی کنه، هنرنمایی میکنه در ایران این گونه دلتا. نتیجه این شده که ما شاهد این روزگار سیاهی هستیم که اصولا بایستی حتما باید اعلام عزای عمومی بشه، یه سه هفته تعطیلی و لاکداون بشه که به نظر میاد که همچنان پاشنه مدیریت بر همون شیوه ایمنی دست جمعی میچرخه. آقای دکتر، مافیای دارو در جمهوری اسلامی در این پاندمی چه نقشی ایفا کرده؟ نگاه کنین، برای یک بیماری وایروس مثل چیزی مثل همین سارس شماره دو یا همین کرونا وایروس درمانی وجود نداره. هیچ دارویی الان تایید نشده که بتونه این ویروس رو از بدن پاک کنه. فقط یک داروی رمدسیویر هست، اونم برای شرایط خاص و موارد اورژانس در بیمارستان، اونم برای کسانی که زیر ونتیلاتور هستن و اکسیژن نیاز دارن. اونچه که ما در ایران شاهد هستیم همون فرهنگ فساد در لایه لایه و طبقات وزارت بهداشت هست که سعی میکنن از این در واقع بحران پاندمی پولی و نصیب خودشون بکنن و نتیجه این شده که امروز با اون پولی که میتونستن 80 میلیون واکسن بخرن و همه رو واکسینه بکنن، 10 برابر اون پول و هزینه خرید داروهایی کردن که کوچکترین اثری نه در پیشگیری و نه در درمان این پاندمی داره. آقای دکتر، خیلی کوتاه، وقتمون محدود هستش. آقای عین‌اللهی رو، آقای بهرام عین‌اللهی رو، وزیر بهداشت دولت رئیسی رو فکر می‌کنم شما از نزدیک می‌شناسید، چقدر امیدوارید که ایشون بتونه کاری بکنه یا ایشون هم راه وزیر بهداشت قبلی آقای نمکی رو خواهد رفت؟ خب انتظار می‌رفت اگر واقعا نگاه علمی بود، اقلا از همین ماحصل وزارتش دکتر عین‌اللهی استفاده میکرد و سه هفته مجوز تعطیلی رو میگرفت. چون تنها راهی که ما میتونیم الان فشار رو از بیمارستان ها برداریم، مرگ و میر رو از گورستان ها کم بکنیم و یک کنترل موقتی بشه، سه هفته تعطیلی مملکت هست که متاسفانه دکتر عین‌اللهی هم البته ایشون بالاخره ما سالها با هم کار کرده، وقتی من رئیس دانشگاه بودم ایشون مدیر کل آموزش پزشکی بود و دکتر عین‌اللهی بیشتر گروهش گروه جهادی و سپاهی و آموزش پزشکیه. ایشون کوچکترین اطلاعی در بهداشت و درمان نداره و جملاتی هم که الان شما میبینین از زبانش میاد بیرون نشون میده که متاسفم بگم که کوچکترین دانشی در پاندمی و مدیریت اون نداره. دکتر نمکی باز معاون بهداشتی بود که این مصیبت رو انجام داد. دکتر مرندی که مشاور آقای خامنه‌ای است و فرهنگستان هم زیر نظر اونه و تصمیم گیرنده نهایی هم دکتر مرندی هست، نشون میده که اراده همچنان بر اعمال ایمنی دست جمعی است و در این ایمنی هم امواج پی در پی بیماری باید اتفاق بیفته که تا ما به وضعیت پایدار برسیم. سپاسگزارم از شما آقای دکتر پیرمعزن. آقای پیرمعزن از سان فرانسیسکو با ما بودند.